اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. فردا دوباره میهن من با شوق سربلندی و آزادی شولای شور میپوشد، در خانه نور میریزد و کوچه از صدایش سرشار میشود. فردا ایران سرفراز شب چون فرارسد و حضرت ولایت عظما نفی وجود خود را در نغمه های ملت آزادش شنید پیروز می شود. چنگیز در حرم گریان و نوکران ریز و درشتش نالان. ما با سرود پیروزی تکثیر می شویم. او با نوای مرثیه هایش سر را به سنگ می کوبد. ما در شکوه مجلس فردوسی پیروزی هماره رستم را بر اهرمن آواز میکنیم، بر قله های البرزین پرواز میکنیم. بشنو رفیق همسفرم آواز دلنشین فریدون را که از بند میرهد در جاده های برف دماوندی، پروانه های عاشق در بامداد پیروزی همراه با فریدون میآید. علیرضا نوریزاده، جمعه 21 ماه ژانویه، اول بهمن ماه، یعنی 22 روز مانده به سال روز فاجعه. انقلاب بلعیده شد و ملتی در خون نشست. امروز دو مهمان دارم، یکی در داخل ایران و یکی در خارج ایران. یکی از یاران سرشناس جبهه ملی ایران و دیگری رئیس انجمن پژوهشگران که یار صدیق و همکار منم بوده در ایران فردا و پیش از ایران فردا. به مهندس کوروش زعیم و دکتر حسین راجوردی سلام. درود به شما آقای دکتر نوریزاده، خیلی خوشحالم که بار دیگه هم صحبت میشم با شما و همچنین جناب دکتر لاجوردی که دوستی ما خانوادگیه، از پدر بزرگام با هم همکاری میکردن. خوشحالم که با ایشون هم امشب هم صحبت هستم. خب دکتر لاجوردی، درود میفرستم به همه هموطنانی که این برنامه رو دنبال میکنن و خوشحالم که در خدمتتون هستم. خب اجازه بدید مهندس زعیم راه دوره، از ایشون آغاز بکنم و رعایت سن رو نکنم. بذار ببینم دکتر لاجوردی مسن‌تر. نه تقریبا برابری. آقای مهندس زعیم، در آغاز گفتگومون شما نکته ای خواستید که اشاره کنید. سراپا گوش. بله، چون گفته بودن با من که شما درباره جدایی جبهه ملی به پنجم و ششم پرسش داشتید و یه برنامه‌تون هم من شاهد بودم که صحبت می‌کردید، من فقط می‌خواستم یه پس‌زمینه خدمتتون بگم که ما چه کار کردیم تو این سه سال که شورای ششم رو تشکیل دادیم. ما شورای ششم رو در فروردین 86 هنگامی که زنده یاد دکتر برجاوند بودند و بزرگانی در رهبری جبهه ملی بودند و به حال سرخورده بودند از بی‌عملی و احتیاط بیش از حد شورا، یک جلسه تشکیل دادیم در منزل آقای حاج قاسم علی زنده یادشون و
تصمیم گرفتیم که شورای ششم رو تشکیل بدیم و حدود از 25 نفر حاضر 15 نفر امضا کردن، بقیه هم گفتن ما همراهیم. ولی چون دکتر ورجاوند فوت کرد 2 ماه بعد و بعد من هم پیوسته زندان بودم 85 و 88 و 89 و دوباره 90 و اینا، ما اصلا فرصت نکردیم که اینو عملی بکنیم. و سال 97 با کمک بزرگانی چون دکتر هرمیداس باون، آقای دکتر رشیدی، آقای علی شجاع که بعدن هم خانم پور فاضل به ما ملحق شدن و جوانانی که فعال بودن در سازمان‌های جبهه ملی ایران، این شورای ششم رو تشکیل دادیم و نخستین کارهایی که کردیم پرداختن به این که جمهوری اسلامی ما رو به کجا میبرد. اولین کاری که کردیم خب مصاحبه بود که مثلا یکیشو من کردم با کیهان لندن که شرایط جمهوری اسلامی رو در امروز اون روز مقایسه کردم با 2-3 سال آخر شوروی و نتیجه گیری کردم که این منتشرم شد که شرایط جمهوری اسلامی در همه زمینه‌ها، اقتصاد، سیاست خارجی و همه چی، بسیار بدتر از شوروی بوده هنگام در سالهایی که منجر شد. بنابراین ما آمدیم به آینده ایران پرداختیم، یعنی جبهه ملی ششم فقط به آینده ایران پرداخته و حرفای به حال معمولی رو نزده. ما منشور جبهه ملی ایران که در سال 58 کمیته که خود من توش بودم، دکتر رشیدی بود، دکتر باوند بود، حسن لباسچی بود، تدوین شد، ما دوبار روزآمد کردیم، اینو کردیم پایه آنچه که میخواییم در آینده کشور رخ بده. بعد از تشکیل شورای ششم نخستین اقدام ما، یعنی اولین کاری که ما کردیم، یک فراخوان همگانی دادیم به همه نخبگان ایرانی سراسر جهان و از اونا خواستیم بی این که اجباری برای عضویت در جبهه داشته باشن یا حتی پذیرش بکنن این رو به عنوان سازمان سیاسی، به خاطر آینده میهنشون بیان در طراحی و تدوین آینده ایران و ساختن ایران آینده با ما هماندیشی و یاری بکنن. این فراخوان خیلی استقبال خوبی ازش شد. از برومرد چند شخصیت شناخته شده که الان نام نمیبرم به دلایلی با ما تماس گرفتن، دیدگاه خود رو ابراز کردن، حتی طرحهایی برای قانون اساسی فرستادن یا بندهایی درباره اقتصاد، حقوق شهروندی، سیاست خارجی، مدیریت دولتی برامون فرستادن که ما خیلی ممنونشون هستیم، هنوز هم باشون در تماسیم. همچنین گروه های سازمان یافته تماس گرفتن، ابراز علاقه کردن که با ما همکاری کنن و همیاری کنن، گفتگو رو ادامه بدیم و این ادامه داشته تا حالا. در داخل کشور هم کم کم شخصیت ها و گروه های سازمان یافته به ما توجه کردن، توجه نشون دادن، از فعالان مدنی تا مذهبی حتی روحانی همزمان عضویت ما هم شروع به افزایش کرد و ما به حال مجبور بودیم که بیشتر و بیشتر برای آینده ایران کار کنیم. به این ترتیب ما موفق شدیم چند سند بسیار مهم برای چگونگی اداره ایران آینده تدوین کنیم با کمک همین دوستان. یکی منشور حقوق شهروندی ایرانیان بود که در آینده ایرانیان، زن و مرد، همه طبقه های شهروندی چه حقوقی دارن که باید در قانون اساسی آینده به حال دیده بشه. یکی دیدگاه‌های ما درباره ایران آینده که می‌خوام این کشور چجوری باشه. دیگر اینکه راهکارهای ما برای رسیدن به اون چه که ما فکر می‌کنیم باید ایران باشد که عملی کردن اون دیدگاه بود. بعد یه طرح جامع سیستم انتخاباتی ایران آینده رو که همه مردم، همه استان‌ها، همه شهرها و به طور برابر امکان ابراز عقیده و ابراز قدرت و برای در دست پیدا کردن به نیازهایشان داشته باشن طراحی کردیم که منتشرش هم کردیم. بعد آمدیم طرح انتقال قدرت مسالمت آمیز رو طراحی کردیم، البته با همه اون دوستانی که من گفتم باشون هماهنگی داشتیم، با عفو عمومی و تضمین امنیت کامل حکومتگران کنونی اینو تدوین کردیم که من تو جزئیاتش نمیرم اگر که بپرسید، اینم منتشر شده. بعد طرح اعدام و حذف زندان و
بهبود منشور، همه اینا رو و ادغام ارتش و سپاه و این حرفا، ما همه اینها رو طراحی کردیم و عرضه کردیم. حالا درخواستی که من از فعالان سیاسی داخل و خارج دارم، به خصوص داخل و خارج، ما میگیم که ما از همه کنشگران سیاسی ایرانی در داخل خارج الان که به نقطه بسیار حساسی از موجودیت جمهوری اسلامی رسیدیم با این ارتباطاتی که با چین و روسیه گرفتن، ما میگیم که به جای اینکه ده ها سازمان شخصی یا گروهی سراسر خارج از کشور و داخل کشور تشکیل بشه و همه مستقل عمل کنن، بیایید همه همکاسه بشیم، نه اینکه ادغام بشیم، همکاسه بشیم و فقط برای ایران آینده بیاندیشیم، با هم کار کنیم، هماندیشی کنیم و چیزها فعالیتامونو هماهنگ بکنیم که نیرومون زیاد بشه. اینکه آقای مهندس، ضمن سپاس از چارچوبی که دادید، اجازه بدید من از آقای دکتر لاجوردی این سوال رو مطرح کنم. همه آنچه شما گفتید مورد تایید ماست، همه آنچه شما گفتید آرزوی ملت ماست، تحقق اونا همه ما سالهاست داریم تلاش میکنیم برای اینکه حتی قطره قطره این آرزوها تحقق پیدا کنه. و همدلان وقتی خاتمی میاد یه عده میگن وای چه خوب شد، داریم تحولی رو شاهد میشه. حالا از دکتر لاجوردی میپرسم، دکتر عزیزم، خودت که دیگه تو همه این سالها و 40 سال با هم داریم تلاش میکنیم، چه عاملی رو باعث این میدونی که هنوز این حرفی که آقای مهندس میزنه که ما یه کنگره ملی، یه تشکل ملی داشته باشیم، همه آقایون دارای رأی مساوی داشته باشن، اگر هم قرار کسی سخنگو یا دبیر کل یا هرچی بشه در همین کنگره انتخاب بشه؟ من رو دکتر لاجوردی از بعضی ها میشنوم که منتظر اینن که یه آقای خلیلزادی بیاد مثل اپوزیسیون عراق ما رو جمع کنه تو هتل هیلتون، بعدم بگه آقا ما میخوایم رژیمتون رو بندازیم، پاشین از خودتون. حالا هم دیدیم تو عراق همه اینا به قدرت رسیدن، پدر عراق هم در آوردن، دزدی هایی که اینا کردن در تاریخ عراق یا جنایاتش. از دکتر لاجوردی میخوام، رئیس انجمن پژوهشگر دائم در تحقیق و پژوهش و کتاب بیرون دادن، چرا ما به این نقطه نرسید؟ ببینید آقای دکتر نوریزاده، جناب مهندس زعیم بسیار عزیز من فکر میکنم که یه کمی بیرو دروازی تر با هم دیگه صحبت حتما. این مهمترین مسئله ایه که من امروز توی این برنامه دکتر نوریزاده حضور دارم. دلیل اصلی اینه که آیا ما این اپوزیسیونی رو که ازش صحبت میکنیم وجود داره یا نداره؟ طبیعتاً سوال مشخصه، یه عده میگن داره، یه عده ممکنه تردید بکنن مثل من در اینجا به دنبال صحبت مهندس زعیم میگم وقتی که دشمن مشترک وجود داره باید هدف مشترک هم وجود داشته باشه. ولی پاسخ دکتر نوریزاده اینجا از نظر من چیه؟ ما چرا به اینجا نرسیدیم؟ من بزرگترین عاملی رو که در اینجا میشناسم اینه که ما به عنوان اپوزیسیون و در رده رهبریش از همدیگه وحشت داریم، از گفتگو کردن میترسیم. من دکتر نوریزاده رو شاهد میگیرم و در برنامه هایی که چند سال پیش به این طرف گاهگاه این شانس رو داشتم حضور پیدا بکنم در برنامه، این بحث رو مطرح کردم، نه تنها با دکتر نوریزاده، با تلویزیون های مطرح دیگری که امروز تماشاچی میلیونی به قول خودشون دارن. سوال من مشخص بوده، درخواست من روشن بوده، گفتم بیاین ببینیم که آیا ما به عنوان اپوزیسیون قادر هستیم حرکتی رو انجام بدیم که بتوانیم مؤثر و مصبر ثمر باشیم. معمون سوال مشخصه، 43 سال گذشته در آستانه 44مین ساله، اگر ما به عنوان اپوزیسیون مؤثر بودیم
و مفید فایده بودیم، اگر موفق بودیم چرا اینجا هستیم و جمهوری اسلامی در مسند قدرت در اونجا؟ اگر نبودیم بیاییم بنشینیم با هم دیگه ببینیم که مشکلاتمون چیه. پول نداریم، رهبر نداریم، قشون نداریم، بشینیم اینها رو دور یک میز گرد بدون اینکه کسی رئیس و رهبر کسی دیگه باشه با هم دیگه در میون بگذاریم. این کاری که ما 5 سال پیش کردیم در کانادا، دعوت به یک میز گرد کردیم که بشینیم مشکلات خودمون رو بدونیم. ببینید ما شاید که مشکلمون اینه که دنبال رهبر میگردیم، عیبی نداره، هیچ طوری نمیشه که دنبال رهبر هم بگردیم، میتونیم رهبر رو به وجود بیاریم. اگر تمام رهبری هایی که ایجاد شده از طرف خدا آمده یا حضرت محمد و حضرت علی سفارششون کردن، نه، تو یک مجموعه ای نشستن و اون رهبر به وجود آمده به شرط اینکه دارای یک فکر، یک برنامه، یک پیشنهاد مشخص باشه. ما اگر که توی این 4 دهه گذشته به کلید واژه اپوزیسیون نگاه بکنیم، مرتب بزرگترین واژه‌ای که در ادبیات سیاسی ما مطرح میشه واژه دموکراسی است و به دنبالش دموکراسی خوب است، جمهوری اسلامی بد است. اگر میتونست قضیه رو حل بکنه که داله حل کرده بود. مسئله ما کجاست؟ این صحبتی رو که من گفتم، پیشنهادی رو که تو این چند ساله دادم من جمله به آقای دکتر نوریزاده در برنامه خودشون، این بوده که بیاین از رهبری اپوزیسیون دعوت کنیم، نه تنها به تنها آقای دکتر نوریزاده با من تنها بشینن بگن آقای دکتر لاجوردی شما سرتون به سر شامه. اصلا در یک مجموعه چند نفره دعوت بشن، این همه جای دنیای غرب که ما شاهد این دموکراسی هستیم، این رو دنبال میکنیم و میرسیم. دکتر بذار من همینجا عرضم رو تموم میکنم به این معنا که بیاین چند نفر رو دعوت بکنیم، تلفن ها رو به مردم ایران باز بکنیم، مردم ایران از من نوعی سوال بکنن که تو در این 4 دهه چه کردی، چه میخواهی بکنی. این کار سختی نیست، برای دعوتش شاید مشکله. میپردازم بقیهش رو. من تعهد میکنم این کار رو بکنم، ولی از اینکه از آقای مهندس زعیم بپرسم، دوست نازنین شما بسیار پیشنهاد خوبی دادی، حرف خوبی زدی، ولی من الان سوالم اینه، در جبهه ملی خود شما در داخل کشور چرا اختلاف وجود داره؟ ببینید من الان براتون میگم، جبهه ملی اسیر یک اختلاف شد، کش کردن به دکتر بختیار، ملت ما دیدیم چه هزینه ای داد. الان جبهه ملی که لوای ملی گرایی دستشه و هنوز این مهرش در دل مردم هست، حتی نسل جوان وحشت نداره از اینکه اینا با روسیه و چین چی کار دارن میکنن. این اختلاف ها چیه؟ همه ماشاءالله در سنین عقل و درایت و خرد هستن. لطفا اینم به ما بگین، چون همه علاقه من در اینو بدون. من متوجه نشدم منظورتون مخالفت بین شورای ششم و شورای پنجمه؟ بله در داخل جبهه ملی. بله ببین ما اختلاف نداریم جناب نوریزاده، ما اختلاف نداریم، ما اختلاف عمل داریم، اختلاف سلیقه داریم. یعنی ما برنامه هامون رو تقسیم کردیم تقریبا، حالا اینجور شده چون شورای پنجم که همینجور که گفتم حتی بزرگانی چون زندیاد ورجاوند ناراضی بودن، فربود ناراضی بود، امیر انتظام ناراضی بود و همه اردلان ناراضی بود به خاطر بیعملی. یعنی این سیاست که ما بنشینیم و یک سازمان مخالف غیر مبارز باشیم تا موقعی که جمهوری اسلامی سرش به سنگ بخوره بیاد از ما التماس کنه که بیاد کشور اداره کنید، ما این تز رو نمیپذیرفتیم. یعنی هیچ کدوم از این بزرگانی که نام بردم این تز رو نمیپذیرفتن. برای همینه که سال 86 ما تصمیم گرفتیم شورای ششم رو تشکیل بدیم از کسانی که میخوان مبارزه کنن با به هر حال
فساد، با خشونت، با دیکتاتوری و با آسیب به کشورمون که آسیبی که به کشور میتونه 40 سال رسیده شوخی بردار نیست. یعنی ما شاید بیش از 40 سال دیگه طول بکشه ما برسونیمش به 40 سال گذشته. بنابراین نیاز داشت که ما بیشتر به هر حال ریسک بکنیم و بیشتر فداکاری کنیم و نتیجهش هم میدونی زندان‌هایی که ما رفتیم. یعنی اون موقع ما به زندان میرفتیم زمانی که ششم تشکیل نشده بود، بعضی آقایون بیانیه میدادن که زندان رفتن مثلا تطهیر نمیکنه کسی رو، یعنی هنری نیست که زندان بری. بنابراین دیدیم که اینو حتی من سال 88 که به خاطر اون مانیفستی که دادم که جمهوری اسلامی بره کنار و یک حکومت موقت تشکیل بشه که امیر انتظام و به عنوان ریاست جمهوری موقت و دکتر باوند و رشیدی اینا رو همه رو اونجا لیست کردم، به عنوان براندازی نرم برده بودن. بعد این آقایون که اونجا نشسته بودن که مخالف بودن با اینجور چالش ها از سوی جبهه ملی، گفتن به همه گفتن آقای زعیم به خاطر چک برگشتی رفته زندان. بنابراین ما دیدیم که اخلاقا درست با هم جور نیست. خیلی جوانامون خیلی ناراضی بودن. بعضی جوانامون اصلا قهر کردن. رفتن گفتن با این شرایط ما نمیتونیم تو جبهه ملی فعالیت کنیم. این بود که اگر برجاوند فوت نمی کرد 86، ما همون 86 تشکیل داده بودیم. اگر من پیوسته یا تو زندان نبودم در 80 یا محاکمه تو دادگاه نبودم یا دوباره 90 هم زندان نبودم، خیلی خیلی زودتر اینو تشکیل میدادیم. بنابراین ما یک دهه دیر کردیم و یک دهه تو این یک دهه بنزه سه دهه کشورمون نابود، بیشتر نابود شد. خب خیلی مهمه این حرفی که شما میزنی، به خاطر یک دهه سه دهه کشور ما عقب رفت، مصیبت دید. بنابراین الان واقعا یک لحظه هم درنگ جایز نیست. الان باید جبهه ملی رو ما با یک صدای واحد قدرتمند و در خارج کشورم نیروهای ملی که وجود دارن بریم به سوی کنگره. آقای مهندزی، من واقعا نگرانم اتفاقی که میفته. رفیق من عبدالرحمن راشد یه نویسنده بسیار معتدله، یه نویسنده است که خواستار روابط گسترده دنیای عرب با ایرانه. دیروز مقاله نوشته بود، وحشت کردم من که در اون مقاله اشاره کرد ایران داره منطقه رو به سوی جنگ میبره. این خیلی خطرناکه، یعنی اتفاقی که بیفته نابود شدن ایرانه. بنابراین دیگه لحظه درنگ وجود نداره. و الان از دکتر لاجوردی سوال میکنم. آی دکتر لاجوردی، شما در بیرون کشور با اغلب اقطاب اپوزیسیون دوستی و آشنایی دارید. بنده همینجا خدمت شما متعهد میشم که همه رو جمع بکنم بیارم در یک میزه گرد اساسی، جبهه ملی هم از داخل باشه، اصلا شما هم اداره بکنید که اون سوالایی که دوست دارید مطرح بشه مطرح کنید. واقعا دیر خواهد شد. شما چه جوری چه اسم میکنی وقتی میبینی رئیسی میره روسیه با حقارت، حتی پوتین به استقبالش نمیاد، اون وقت نخست وزیر اسرائیل رو میده به استقبال، چه احساسی شما داری؟ آقای دکتر نوری‌زاده، من باز برمیگردم به حرف اولی، به این معنا ما ناگزیر هستیم خودمون رو آسیب شناسی بکنیم، ببینیم که چرا در 43 سال گذشته نتوانستیم کاری رو انجام بدیم. این آسیب شناسی مهمه. ببینید، در چند لحظه قبل من گفتم من با چند تا تلویزیون مطرح این بحث رو مطرح کردم، همه گفتن به به که چه این عالی ترینه. با شما قبل از این برنامه هم صحبت کردم دو روز پیش و شما این تعهد رو دادید. ببینید، اونهای دیگه من میدونم گرفتاری دارم، تلویزیون بی بی سی گرفتاری سیاسی داره با دولت انگلیس، با وزارت خارجه، تلویزیون ایران اینترنشنال با سرمایه گذاراش، تلویزیون نمیدونم من و تو با اجازه نمیدونم سپاه و غیره، هر کدوم اینا درگیری های خودشونو دارن. شما تلویزیونی هستید که من حداقل تجربه خودم رو در بیشتر از 6 سال گذشته در اینجا مطرح بکنم اینه که در همین هفته 10-12 دقیقه که من صحبت میکنم یک بار
تو این 300 و چند تا برنامه من یک بار یک واو عوض نشد و برای من این با ارزشه. به همین دلیل من استناد میکنم به حرف همین لحظه شما، بیاین دعوت بکنید به یک میزه گرد. اگر که کسی نیامد اعلام بکنید که ما دو دفعه سه دفعه تماس گرفتیم و کسی نیامد. بذارید ما بتونیم که این مخمصه رو ازش نجات پیدا بکنیم. کاملا. مشکل مثلا جبهه ملی در داخل مهندس زعیم و آقای موسوی میتونن با همدیگه حل بکنن. ما اینجا میتونیم کارآمد باشیم. ما اینجا میتونیم که حرکت به وجود بیاریم. نه به این معنا که هر کدوم بریم رهبر ایران بشیم. نه، این مرحله ازش گذشتیم. ما باید بتونیم حمایت های خودمون رو از داخل فعالیت ها و تلاش های ایران به وجود بیاریم. صد این وجود نداره. آقای دکتر نوریزاده، شما که غریبه نیستید، که شما که خوب میدونید این مسئله رو، با بیانیه دادن، با اینی که نمیدونم چرا فلانی رو اعدام کردید، چرا نمیدونم این کار کردی، قضیه حل نمیشه. بیشتر تلویزیون ها شما باز همه جا این رو چون دنبال میکنید میبینید، میان به من اقتصاددان میگن که بیا حالا اون تلویزیون هایی که پول دارن و اونایی که مثل شما پول ندارن، میان میگن آقا این اینقدر ما در هر جلسه میدیم، بیا بشین بگو که دلار کجا قیمتش میره بالا میاد پایین، بیا در مورد محیط زیست صحبت بکن، بیا در مورد وسایل مسائل اجتماعی صحبت بکن. من به شما قول میدم، من کارشناس هیچ کدوم نیستم، ولی قادر هستم از فردا صبح بیام همه اینها رو دونه دونه بگم. میدونید چرا؟ به این دلیل که به راحتی من میرم مجله دنیای اقتصاد رو نگاه میکنم، میبینم که این تحولات چیه. ولی مسئله در یه جای دیگه است. ما تحلیلگر و کارشناسی که داریم و بسیارم با ارزشن، اون زمان ارزش اصلی پیدا میشه که این کارشناس، این تحلیلگر بیاد برنامه رو برای آینده ایران بده، نه تحلیل وضعیت اقتصادی یا در محیط زیست که چرا اینجا رو نمیدونم آتیش زدین، چرا اونو کشتین، چرا فلان کردید. این کار انجام پذیره. ما اگر که بتوانیم، من هنوز دلم نمیخواد تو این برنامه شما بحث اصلی که در 20 سال پیش شروع کردم رو مطرح بکنم و بگم که چه کسانی جلوی این قضیه رو گرفتن، هنوز مونده این قضیه. من هنوز دعوت میکنم و از شما استمداد میکنم برای این کار. اگر بتوانیم این کار رو انجام بدیم، میتونیم حرکت ایجاد بکنیم. اون حرکت آیه دکتر اپوزیسیون هستن و اونهایی که به دلیل عملکرد اپوزیسیون از اپوزیسیون کناره گرفتن رو جمع بکنه. اینجا دقیقا. حرکته. دقیقا. من دقیقا خدمت تو عرض میکنم. اپوزیسیون عراق هزار پاره بود. یه عده تو ایران بودن، یه عده سوریه بودن، یه عده امریکا، انگلیس. آقای خلیلزاد پس گردن اینا رو گرفت، همه رو آورد کرد توی سالن هیلتون رو باید بشینین و آینده رو ترسیم کن. من تصور میکنم ما اینقدر تجربه و ارزش و اعتبار و ملیگرایی داریم که نیاز به خلیلزاد نداشته باشیم که افغانستان رو به اون روز انداخت، عراق رو به این روز. و من از شما دعوت میکنم آقای مهندس زعیم، برای که این اسم برای من مقدسه، این اسم من دوست دارم، من با این اسم بزرگ شدم، من با اون تصویر دکتر مصدق که زیر شمشیر اخوان بود دیدی دلاکه یار نیومد، با اون بزرگ شدم، با عشق پدر، با یاداوری ها، با میدان جلالیه. بنابراین برام ارزشمنده، برام دوست داشتنیه و دلم میخواد این اعتبار و جایگاهش رو داشته باشه. در خارج کشورم کسی با شما مخالفت نمیکنه، چون الان شعارهایی مطرح کردی همه مورد تایید دکتر لاجوردی، مورد تایید همه هست. بنابراین اجازه بدید ما این قرار رو با هم گذاشتیم، الان بریم سر دوتا مسئله حیاتی کشورمون با هم صحبت کنیم، هم شما و هم دکتر لاجوردی، چون نگاه شماها برای مردم مهمه، میخوان بدونن. شما چه احساسی داری الان داری میبینی وطن ما نصفی به چین میرود و نصفی به فرغانه، نصفی میره مسکو نصفی چین، و من اسم این قراردادم گوشتم مسکو چای، یعنی ما ترکمن چای داریم، یه مسکو چای هم الان خواهیم داشت.
جبهه ملی و شما در این زمینه که همیشه یه نگاهی به مسئله روسیه با شک و تردید داشتید چیست؟ در بایره این قرارداد 25 ساله با چین، من همون پارسال بود که یه سال نیم پیش بود که اعلام شد، یه سخنرانی کردم و انتقاد خودم رو گفتم، بعد بارها نوشتم که این قرارداد اصلا از بن خلاف منافع ایرانه. من روابط با چین و روسیه رو تکذیب نمی کنم، ما دلمون میخواد با همه کشورهای مهم دنیا روابط داشته باشیم، به خصوص اونهایی که به حال به ما نیاز دارن، مثل چین که به نفت ما نیاز داره، به گاز ما نیاز داره، مثل روسیه به هر حال. ولی این قراردادها قرارداد بردگیه. من اینو چند روز پیشم بار دیگه اظهار کردم که این قرارداد چین قرارداد بردگیه. این کشورهایی که رفتن، من فقط کلی میگم خدمتون، اولا این قرارداد نفت ایرانو با تخفیفایی که میگیرن و پرداختی که بعد از دو سال میکنن میکنه 32% زیر قیمت جهانی. دوم اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت گزارش نمیده چقدر فروخته، چند تن فروخته، پولشو چه کار کرده. سوم اینکه چین الان دارن مانور میدن با روسیه در دریای عمان با نیروی دریایی سپاه. چین کشورهایی که رفته، من شمردم، لیست کردم، 47 کشورن، تقریبا همشون رو بدبخت کرده. مثل جیبوتی که مثل مومباسا رو گرفتن، نمیدونم همه، حالا نام نمیبرم، همه رو من توی صحبتام گفتم، یعنی اونا رو بدبخت کرده، بهشون وام داده با بهره، بعد چون کشورهای فقیر بودن نمیتونستن پرداخت کنن، مجبورشون کرده بندرشون رو مثلا 99 ساله به اونا تحویل بده و امثاله. بعد کارگرای خودشو گذاشته، کارگرای بومی رو کنار گذاشته، مهندسای بومی رو کنار گذاشته. چین لازم داره به این کارها، چون 1 میلیارد و 400 میلیون جمعیت دارن، باید اینها رو هم خوراک برشون تهیه کنن، هم درآمد، هم کار، بنابراین اون نیاز داره این کارا رو بکنه. ولی ما که یک کشور مستقلی هستیم، خودمون بهترین مهندسای دنیا رو داریم، بهترین کارگرا رو داریم، ما بیایم مثلا اینا رو کنار بذاریم، کارگر چینی بیاد کارمون بکنه. ما کارنامه‌شون رو تو ایران دیدیم، آقای دکتر نوریزاد اومدن اتوبان شمال و تهران شمال رو نمکاره ول کردن رفتن، آیا پول پس دادن؟ اون چیز گاز، پروژه گاز آزادگان توی خلیج پارس رو نمکاره ول کردن رفتن، اونم اون ماهیگیریشون تو خلیج پارس جارو کردن، یعنی همه چی رو بردن. الان دیدم که تمام مرواریدها رو بردن، چون صدف‌ها رو از تای خلیج کشیدن بالا و الان کل چند صد مروارید دستشون اومده. خب اینا چیشه؟ یک قرارداد 50-50 باشون بستن. اون آقازاده‌ای که اون 50% رو داشته بهشون گفته آقا چقدر سود خواهید برد؟ گفتن مثلا اینقدر. گفتن نیم مثل من بده، نصفش گرفته از کشور رفته بیرون. یعنی اینجور الان هم دارن چابه ها رو ما رو میگیرن الان. ببینید اینا اینقدر کرمنش نسبت به چین هستن که راهن ما رو قرار بود پاکستان بسازه، اونام نیاز دارن به این پروژه. بعد که اینا گفتن ما میخوایم اتوبان چابه ها رو به شمال بکشیم، گفتن به شرط اینکه راهن هم از چیز پاکستانی ها بگیرید بدید به ما. خب ببینید اینجور نوکری معلومه به کجا منتهی خواهد شد. الان هم که دیگه سربازاشون هم دارن میان، الان هم دارن مانور بدن. من میترسم آقای نوریزاد عزیز، من میترسم از عاقبت این فشردگی روابط روسیه و چین در برابر ایران. روسیه از شمال هم میدونید یه پایگاه نظامی گذاشته اون بر ارس، چین هم که پایگاه نظامی میاره، روسیه توی خلیج پارس هم قرار بود یه پایگاه هوایی بذاره. یعنی ما از دو طرف داریم محاصره میشیم، عین زمانی که انگلستان و روسیه کشور ما رو به دونیم کرده بودن. اگر رفتار چینی ها اون چیزی باشه که ما توی اون 40 کشور بینیم، وضعمون بسیار خرابه. یه مثال ببخشید، یه مورد من یادتون باشه، 35-36 سال پیش که زمان دنگ شیاپینگ
که منو جز کارشناسای مثلا بین المللی با توسط دانشگاه معرفی شده بودن دعوت کردم. حالا سوای این که درباره صنعتشون اظهار نظر بکنم، آمدن به من جلوی تلویزیون خودشون گفتن آقا ما میخواهیم صنعت نفت ایران بیاد اینجا توی دریای چین که فکر میکنیم نفت هست، مشترکاً اکتشاف و استخراج کنیم. وزیر نفت جمهوری اسلامی یه آدم بسیار نادان و بی سواد بود، نفهمید ما چی میگیم، فقط به من سرزنش کرد چرا اون رفتی اونجا به پروتکل امضا کردی. الان از همون دریای چین اینا روزی 5 میلیون بشکه نفت استخراج میکنن. بله کاملا مشخص. چینی ها مثل کره جنوبی، همه اینا منتظر یاری با ما بودن، همدلی با ما بودن به اینجا. حالا چون فرصت زیاد نیم، از دکتر لاجوردی سوال میکنم. دکتر لاجوردی، تصور میکنی جمهوری اسلامی که ابعاد خیانتش اصلا قابل شمارش نیست تا کجا خواهد رفت؟ این آقای خامنه‌ای برای اینکه سلسله خودش رو تثبیت کنه و آقا مجتبی بعد از او به خلافت برسه، تا کجا حاضره بره و تا کجا مردم مسئولن جلوی این ترکتازی رو بگیرن؟ جواب یک کلمه بیشتر نیست تا اونجایی که ما نتوانیم کارآمد باشیم. من میخوام برگردم آقای دکتر نوری‌زاده، هدف این برنامه، بله صد درصد، من با مهندس زعیم توی ایران صحبت میکردم و این پیشنهاد جمع شدن اپوزیسیون رو با ایشون کردم، قرار بر این شدش که چون تلویزیون های میلیونی به قول خودشون این رو قبول نمی کنن و شما تنها کسی هستید که این کار رو میتونید انجام بدید، با شما تماس بگیریم و این برنامه به وجود. اینی که چین و روسیه چه می کنن طبیعی است، اینها درد و بیماری. ما امروز در مورد درد صحبت نمی کنیم، در مورد علاج درد می خواهیم حرف بزنیم. می خواهیم ببینیم که چه راهی وجود داره که بشه جلوی این کارهایی رو که جمهوری اسلامی برای فروش ایران، برای ویرانی ایران میکند و بگیریم. این بحث اصلی ماست. ما هممون، هم سه نفری که اینجا حضور داریم، همه اونهایی که در داخل و خارج ایران این صحبتها رو دنبال میکنن، میدونن که این مشکلات چیه، میدونن در داخل ایران بیشتر از همه جا میدونن که وضعیت چین چیه، دریای جنوب را چی کار میکنه، شمال رو روسیه چی کار میکنه و جاهای دیگه. بس در اینه، آیا ما اون امکان مداوا، اون امکان شرکت در به وجود آوردن راه درمان رو داریم یا نداریم؟ این بحثی خب. که من همینجا قرار میذارید دکتر لاجوردی، تحت عنوان پزشک اورژانس، آقا اصلا این مسئله نیست که من موافق یا مخالف این گروه یا اون گروه باشم، اصلا و ابدا چنین چیزی نیست. بس در اینه که الان در حال حاضر با موقعیت هایی که الان تشریح شد در همین برنامه و مرتب در همه تلویزیون ها گفته میشه، مشکل ایران اینه که بحث وضعیت مردم به چه شکل، وضعیت اجتماعی، وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی مردم، ما در خارج از ایران چه کاری ازمون ساخته است، این رو ما بهش بپردازیم، وگرنه مشکلات ایران رو مرتب داریم شبانه روز توی این رسانه ها میشنویم، هممون هم تکرار میکنیم. دکتر لاجوردی، چون به انتهای برنامه رسیم، اجازه بدید همینجا من یه وعده‌ای بگذارم با شما عزیزان. ماه فوریه سال روز انقلاب، یعنی دهه فجر، دهه زجر، ما یه برنامه ویژه میذاریم که در طول این دهه حداقل 4-5 نوبت این میزه گرد رو انجام بدیم. من از شما هم خواهش میکنم هر دو به من کمک کنید در این زمینه و ما واقعا بتونیم حرفهایی رو که توی گلومون مثل بغض مونده بریزیم بیرون و انسانهایی که مسئولیت دارن میگن ما رهبریم، ما اپوزیسیونیم، پاسخگو بشن جلوی مردم، چون مردم هم دیگه طاقتشون رو از دست دادن. بسیار ممنونم از هر دو بزرگوار، آقای مهندس کوروش زعیم، دکتر حسین لاجوردی، هر دو عزیزان ما.
بدرود میگم. من سپاسگزارم از شما، امیدواریم تا اون موقع ما هنوز باشیم. ما تا امروز 27 از اعضای ما رو هر روز اطلاعات سپاه احضار میکنه و نصیحتشون میکنه. انشالله خواهید بود، انشالله خواهید بود. شما مقاوم ترین از اون دد بزرگوار امروز. فقط اضافه بکنم که با داریوش و کوروش و رضا شاه و مصدق ما راه به جایی نمیبریم، ما بر مجموعه امروز حرکت رو میتونیم. بله، 100%. درود بهت، ممنونم ازتون. از هر شما روز شب خوش یا غروب خوش. اینجا خدا نگهدار. خب، گفتگوی ما رو با مهندس کوروش زعیم و دکتر حسین لاجوردی شنیدید، دیدید و ادامه خواهد داشت. من قول دادم که این برنامه متوقف نشه. حالا میخوام ببرمتون به وین. سرما، مذاکرات اتمی، بخشی پشت پرده، بختی بیرون پرده و دو انسان در اونجا دست به اعتصاب قضا زدن. حالا ممکنه کسای دیگه هم بهشون اضافه شده باشه. یکی دوست عزیز و نازنینم، شاعر و نویسنده و تحلیلگر، جمشید برزگر، و یه گفتگوی کوتاهی باش کردم که خواهید دید. و در پی اون گفتگوی کردم با باری روزن. 444 روز در چنگ عباس عبدی و اسخرزاده و خواهر مری و حاج عزت و بقیه اسیر بود، جزء گروگان ها. یه دیپلمات نازنین دلبسته به فرهنگ ایران. اجازه بدید اول نگاه کنیم. جمشید جان برزگر، درود میفرستم به جمشید برزگر عزیز. سلام بر شما آقای نوریزاده عزیز. چقدر کار بزرگی کردی، من ستایشت میکنم، چون واقعا همت میخواست تو این شرایط دست به این کار بزنی. واقعا امید داری که تو چه حد توجه جلب بشه. خیلی متشکرم. البته من واقعا کار خاصی که نکردم در خارج از کشور. انجام این کارها خب خیلی خیلی راحت‌تر هست، ولی میدونید که بعد از قتل بکتاش آبتین، ابتدا این باز هم زندانیان سیاسی و همبندان بکتاش بودند که دست به اعتراض زدن و اعتصاب قضا کردند و من هم در واقع در همراهی با اونها و برای حمایت از اونها پیوستم. کسان دیگری، دوستان دیگری در داخل ایران و در خارج از کشور هم دست به اعتصاب قضا زدند، برای اینکه در واقع ما شاید بتونیم با این کار حساسیت افکار عمومی رو افزایش بدیم و هزینه چون این قتل‌هایی رو برای جمهوری اسلامی افزایش بدیم و شاهد تکرار این اتفاقات نباشیم. این اتفاقات یعنی شاعرکشی، امری که از همون آغاز استقرار جمهوری اسلامی متاسفانه شاهدش بودیم، از سعید سلطانپور تا محمد مختاری و امروز تا کاش آپتین. و به هر حال یک جایی باید نقطه پایانی بر این شاعرکشی گذاشته بشه. همینطور وضعیت زندانیان به طور عمومی و زندانیان سیاسی به طور خاص، میدونید که الان نرگس محمدی بعد از 2 انفرادی به زندان قرچک ورامین منتقل شده که همه از شرایط اونجا آگاه هستن. کیوان صمیمی اصلا معلوم نیست به کجا منتقل شده. یا خانم علیزاده، از این جهت امیدوارم که این حساسیت ها آقای نوریزاده بتونیم با کمک هم افزایشش بدیم. حتما عزیزم. میدونم صدا چون باد زیاده و صدا یه مقدار خدشه داره توش، نمیفهمی، ولی من باز خدمتت خواهم رسید. فقط بگو اون بنرهایی که پشت سرت هست چیا رو داره میگه. اینجا در واقع گروهی از شهروندان ایرانی هستن در بیان بودن که در هفته های قبل هم اعتراض میکردن، بنری داشتن. اینجا شما شاید بتونید ببینید بکتاش آبتین رو که آزاد کرده بودن. الان متاسفانه ما روی اون قسمت آزاد کردن بکتاش چسب سیاهی زدیم به نشانه سوگواری. در اینجا هشتگ هایی زده شده که برای آزادی گروگان ها، یعنی همون شهروندان دو طبیعتی، و اینکه مسئله حقوق بشر باید اصل در کانون هر نوع مذاکره و معامله‌ای با جمهوری اسلامی باشه. درود به
جمشید برزگر عزیزم، شاعر، نویسنده، تحلیلگر و روزنامه‌نگار، و باز هم با او خواهیم بود در روزهای آینده. ممنونم جمشید جان. خب، حرفای جمشید رو شنیدید. امیدوارم دوستانی که براشون امکان هست، جوانترها، اونا که به خصوص در اتریش هستن یا آلمان، به او بپیوندن. حالا بریم پیش بری روزن. خیلی دلخسته است. به قول خودش گفت 75 سال دارم، چرا باید 444 روز از عمر جوان و عزیزشو در چنگ اینها بگذارم؟ گوش میدیم به صحبتش. زمانی که در سایت ها دیدم بری روزن، دیپلمات برجسته آمریکایی، مردی که عاشقانه زبان فارسی رو دوست داشت، ادبیات فارسی علاقه داشت، و زمانی که اومد ایران، تمام هم و غمش این بود که رابطه فرهنگی دو ملت گسترده بشه، عمیق بشه. آشنایی من با آقای روزن هم از همینجا بود. من سردبیر امید ایران بودم، مجله‌ای که فرمت تایم و نیوزویک رو داشت و برای خیلی محبت داشت، دوست داشت مجله رو، و جلساتی که ما با هم داشتیم تمام حرفمون درباره فرهنگ بود. شاعران و نویسندگان آمریکایی به ایران بیان، از ایران برن آمریکا، بخش سیاسی و نمیدونم این حرفا نمی کردیم. و متاسفانه بری 444 روز، فکر کنید 444 دور از همسر و فرزند و خانوادش، در دست انسانهای اسیر بود که در نادانی تا اونجا رفتن که شبها تهدید میکردن اعدام کنند، انسانی مثل بری روزن. البته آقای عباس عبدی هم پس داد، 5 سال رفت تو زندان تا ببینه مزه زندان چیست. بری روزن و عباس امیر انتظام اینا رو توی زندان بذاره، نتیجه چه خواهد شد؟ برو من خوشحالم بری روزن بدون کینه، هنوز هم وقتی با یه ایرانی حرف میزنه پر از محبته، ولی او جستجوگر حقه. وقتی میبینه در وین آمریکا و جمهوری اسلامی مشغول مذاکرن، بدون اینکه ذره‌ای به حقوق بشر یا مسائل از این قبیل اشاره کنن، ناراحت میشه. پا میشه از اون همه راه میاد، اعتصاب قضا میکنه، نه برای خودش، نه برای که برای خودش امتیاز بگیره، نه، برای دو ملیت هایی که در ایران اسیرن، افرادی که ایرانی بودن بعد آمریکایی شدن، فرانسوی شدن، انگلیسی شدن و حالا تو زندان جمهوری اسلامی هستن، برای که جمهوری اسلامی میخواد باج بگیره، میخواد شانتاژ کنه. خیلی خوشحالم در خدمت بری روزن هستم، با او گفتگو میکنم و سلام میکنم. آقای روزن سلام. آقا حالش خوبه؟ فارسیتون چطوره؟ خیلی بد شده، یعنی هیچ امتیاز ندارم، همین چیز تمرین ندارم و لغت‌های فارسی فراموش کردم. مهم نیست، ولی هنوز شما قشنگ حرف میزنید. هنوز من اون روزن جوان یادمه که با چه شوری این صحبت میکرد. شما، من هیچ وقت فارسی حرف نمیزنم الان. Mr. Rosen, tell me, how come you decided to go on hunger strike and come to Vienna? Well, I think the issue struck me, has been striking me for years. Why do other people have to suffer like I did? And especially Iranian dual nationals. The Islamic Republic of Iran kept saying to Iranian nationals all over the world, come back to Iran, help us. And this is how they're paid back. It's absolutely against Iranian tradition and culture to treat their own people and foreigners and dual nationals as if they were spies. And they're not. They're decent people.
business practices within Iran to try to help Iran in any way, shape, or form. All these people are doing it from the goodness of their heart in order to help Iran build itself up. And this is how they're treated. I mean, these are human rights violations. The Iranian regime likes to talk about Hukuk al-Bashar. Well, there's no Hukuk al-Bashar in Iran today. Not only are Iranian dual nationals taken as prisoners, but political prisoners all over Iran. Yes. Yeah. Mr. Rosen, I heard you met the head of American delegation. What have you said and what you heard? Well, while the conversation is confidential, I could just say that yes, sure. The meeting was an hour long. It was a very good. We talked about the nuclear engagement and the agreement and the possibilities of such, and also the issue of the hostages, and the idea that the United States government is working hard at freeing the hostages. But I would say he was also interested in the last 10 to 15 minutes of the discussion about my health. He was concerned. Ooh. He was concerned about going through with a hunger strike. And I said, look, I'm going to do this as long as I possibly can. I'm not crazy, but I want to make sure that my remarks have some mark on the Iranian psyche, that is the regime psyche, to actually understand that they're hurting people who care about them. Durut, durut bar shoma. Mr. Rosen, just, I don't want to keep you, you know, engaged. You have a lot of other things to do. But I just want to know, what's your feeling when you think about those horrible days? Well, you know, it's never far from my mind. Never, never. Yeah. I mean, I'm absolutely truthful with this. How can it be far from my mind? There were such moments where there were mock executions. At every day was another day of misery. And it's so, and again, it's so against Iranian tradition and culture to do that to a guest in the country. And I was a prisoner for 444 days, and it's indelibly etched in my mind, in my genetics too. There's no difference. I mean, there's no possibility that it'll ever be removed. But I'm glad that Mr. Barry Rosen don't consider the Iranian people as the guilty party. No. He knows that just numbers of people who were followers of Imam line, they did it. I'm really grateful to you, sir. I will call you back again and talk to you about your great move. My friend Jamshid Barzagar also joined you. Yeah. And it's great that you see more people joining you in this great, great decision you made. Thank you very much, sir. You're very welcome. Khoda Fishman. Thank you. Khoda Hafiz. Oh. خب امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا دیدار بعدی دوشنبه. البته دیدار دیگه این وسط در جاهای دیگه داریم. همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.